درود بر شما، با تاریخچه خودروی سمند در خدمتتونیم. همونطور که میدونید سمند نام یک خودروی تولید شده در ایرانه. این خودرو در سال 1381 توسط گروه صنعتی ایران خودرو تولید و علاوه بر فروش در ایران به کشورهای دیگه نیز صادر شده. سمند در ادبیات فارسی به اسبی گفته میشه که رنگی متمایل به زرد داره. طراحی موتور، بدنه و شاسی این خودرو توسط شرکت‌های انگلیسی و فرانسوی، قالب‌های آن توسط شرکت ژاپنی، پلتفرم و موتور اون توسط شرکت فرانسوی و همچنین طراحی خط تولید توسط یک شرکت کره‌ای انجام شده. سمند در ابتدا قرار بود جایگزین پیکان بشه، ولی با توجه به هزینه بالای طراحی و تولید اون این امر محقق نشد. پس از رشد صنعت خودروسازی در کره جنوبی و با توجه به اینکه آنها همزمان با ایران شروع به خودروسازی نمودند، تقاضای طراحی و تولید یک خودرو با شکل جدید در افکار عمومی مردم ایران زیاد شده بود. اولین بار در اوایل دهه 70 شمسی طرح خودروی ملی در سازمان‌های رسمی کشور مطرح گردید. در سال 72 مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی ایران در مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مأمور شد در چارچوب یک برنامه تحقیقاتی بر پایه‌ی مهندسی معکوس برای اولین بار در ساختار صنعت خودروسازی ایران فرایند طراحی و ساخت خودرو به شیوه‌ای که مقرون به صرفه باشه را طراحی و تعریف کند. اصطلاح خودروی ملی اولین بار به یک خودروی مفهومی که در چارچوب همین برنامه در این مرکز تحقیقاتی طراحی شده بود اطلاق گردید. پروژه خودروی ملی پروژه موفق و نسبتاً کم هزینه بود که از طرف شهردار وقت تهران غلام حسین کرباشی و وزارت صنایع سنگین وقت حمایت می‌شد. نمونه های اولیه این خودرو که به صورت آزمایشی بر پایه پلتفرم خودروی شولت رویال باقی مونده از قبل انقلاب طراحی و ساخته شده بود، بارها در نمایشگاه خودرو در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در سالهای 72 تا 75 به نمایش گذاشته شد. در این پروژه برای اولین بار در ایران روش ها و فرایند کامل ساخت یک خودرو مورد تحقیق و بررسی قرار می گرفت و این باور به وجود اومد که توان طراحی و ساخت یک خودرو در ایران وجود داره. در انتها با انتقال مستندات به گروه صنعتی ایران خودرو با الهام از این طرح و احتمالاً با استفاده از اولین یافته‌های تحقیقاتی مهندسین این مرکز، پروژه طراحی خودروی بومی در سال 1374 و در گروه صنعتی ایران خودرو آغاز کرد. در ابتدا شرکت ایران خودرو اقدام به خرید پلتفرم پژو 405 از شرکت پژو فرانسه نمود. همزمان با انجام این پروژه در ایران، شرکت فرست اتوموتیو انگلستان نیز اقدام به طراحی نمونه اولیه خودرویی بر روی شاسی پژو 405 برای تولید در یک شرکت تایوانی نموده بود که با توجه به ورشکستگی شرکت تایوانی و همچنین پیچیدگی طراحی بدنه، ایران تونست این طرح را از شرکت فرست اتوموتیو خریداری کند. اما چون شرکت فرست اتوموتیو طراحی رو خوب انجام نداده بود و ایران خودرو فهمیده بود این شرکت توانایی اصلاح اون رو نداره، اون رو به ایران برد و در آنجا مرکز تحقیقات ایران خودرو با جمع‌آوری فارغ‌التحصیلان ممتاز دانشگاه‌های امیرکبیر، صنعتی شریف و چند دانشگاه صنعتی دیگه طراحی خودروی ملی رو در کنار مشاوران خارجی شروع کرد. در این فرایند اتاق نسبتاً کوچک و ارگونومی که متناسب با افراد کوتاه‌قد شرق آسیا توسط شرکت فرست اتوموتیو طراحی شده بود بازطراحی شد. سرانجام در سال 1381 اولین نسخه تجاری و تولید انبوه خودروی سمند توسط رئیس جمهور وقت رونمایی شد. بعدها سمند در نسخه‌های بسیاری مثل سمند LX، سمند EL که با SE جایگزین شد، سمند ساحلی، سمند سریر که یک خودروی تشریفاتیه، سمند دیزلی، سمند پیکا، سمند پردیس، سمند زوبین، سمند استیشن و وانت طراحی شد، ولی فقط بعضی از اینا تا به حال به تولید انبوه رسیده.